به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض و سلام و ادب خدمت شما بینندگان نهایت عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین شاد و سلامت و تندرست باشین. دوستان بیننده، چون دمادم عید بود، آمد عیده، ما آمدیم به یکی از شیرین پزی های ولایت هرات، به یکی از سوهان پزی مشهور ولایت هرات، سوهان نظری و همچنین گوش فیل و مینو گسک برای محفل ها استفاده میشه. در این کارگاه، در این کارخانه تولید میشه به مدیریت قاسم جان نظری که در پلو ما میبینید. با اجازه از اینا میریم داخل کارگاه و همین مراحل سوهان چگونه تولید میکنند و مواد ترکیبات سوهان از چیه و همچنین گوش فیل که در روزهای عید اکثر مردم در سر سفره خواه از اونها استفاده میکنن و خیلی هم خوشمزه. به اتفاق شما و قاسم جان نظری میره داخل کارخانه. امیدوارم که شما بینندگان گرامی تا آخر با ما همراه باشید. بینندگان گرامی، امروز قصد داریم با بعضی از شیرینی های هرات شما را آشنا سازیم. شیرینی های هرات، شیرینی های هراتی به نام های حلوا سوهان، شیرپره، نقل و دشلمای رنگارنگ برای همه شهروندان کشور آشناست. اما از این میان نام های حلوا سوهان و شیرپره از مرزهای افغانستان بیرون شده و به سوقات هرات مسما گردیدند. به نام خدا، قاسم نظری هستم، مسئول سوهانپزی حاجی رمضان علی نظری. سابقه کریم و بالاتر از 25 سال است که ما داخل هرات این سوهانپزی داره. حلوا سوهان، سوهان از جمله شیرینی های این ولایت است. سوهان به شکل‌ها و انواع مختلف نظیر سوهان اصلی، سوهان کنجدی، سوهان حلوایی، سوهان بادامی، سوهان گزی، سوهان لقمه، سوهان کره‌ای و غیره تولید و عرضه می شود. سوهان ها که ما درست میکنیم دو نوع هستن. یک نوع سوهان خود هرات است که این خود ما قبلا درست میکردیم. یک مدل دیگه سوهان هست به نام سوهان قومی که او تر زیر باز ما از قوم آوردیم، او هم به میگی درست میکنیم. سوهان هرات به خوبی معروف شده است. از عمده مواد اولیه مورد استفاده در پخت و تهیه سوهان میتوان به آب، آرد، شکر، روغن، زرده تخم مرغ، هل، زعفران و مغز پسته اشاره کرد. این شیرینی در گذشته بیشتر به شیوه سنتی و با دست تولید می شده است. ولی در حال حاضر پخت این شیرینی با کمک دستگاه ها و قالب های مخصوص انجام می گیرد. سوهان به خاطری که در داخل کشور بسیار رونق پیدا کرده و زیادتر به عنوان سوغات می برند به ولایت ها، شکر خدا کاروبار خوب است. سوهانی که ما درست می کنیم به تمام ولایت های افغانستان به طور تحفه و فروشی زیاد می برند. سوهان ما صادرات ازی به اروپا هم بسیار زیاده، بخصوص به وقت به زمستان که هوا سرده، خاطری که موندگری از اینا به هوا سردی زیاده، اینا زیادتر به آلمان و اتریش کشوران زیاد. نظری یک سوهانی است که داخل افغانستان مشهور شده به خاطر کیفیت عالی که داره. شیرپره، شیرپره از شیرینی‌های معروف در هرات است که با مخلوط نمودن شیر، قیماق، شکر، هل، خلال پسته، چهارمغز، بادام و سایر مواد تمدهنده
در شیرینی پزی ها تهیه و به فروش می رسد. این شیرینی نهایت ملایم بوده و با چای صرف می شود. شیرپره هرات از سوغاتی های معتبر به شمار می آید و در بسته‌بندی های متفاوت تهیه و تولید می شود. شیرپره را در بسته‌بندی های مناسب می توان برای چندین روز به همان قسم روز اول نگاه داشت. گز گز امروزه به یکی از سوغاتی ها و شیرینی های معروف و سنتی هرات بدل شده است که در اکثر شیرینی پزی های این شهر پخت می شود. در تهیه گز از شکر، سفیده تخم مرغ، مغز بادام و پسته و هل و گلاب استفاده می شود. با توجه به اهمیت استفاده از مواد طبیعی در صنایع غذایی، گز از معدود شیرینی های جهان است که در آن از آرد، نشایسته، روغن، مواد غیر طبیعی و رنگ استفاده نمی شود و ترکیبات آن شامل شکر، انواع مغزا چون پسته، بادام، سفیده تخم مرغ، ترنجبین و گلاب است. به همین خاطر این شیرینی سوغات خوبه برای همه مسافران به شمار می آید. خدا کاروبار خوب است. سوهانی که ما درست میکنیم به تمام ولایت های افغانستان به طور توفه و فروشی زیاد میبرن. در اصل دو نوع سوهانه، باز هر نوع سوهان به چند مدل درست میشه؟ این سوهان نازوکه که او که گفتم که مسئول خود ایراته، یک مدل از سوهان قومیه که هم به چند مدل تولید میشه. سوهان نازوک چند مدله؟ سوهان نازک فعلا سه مدل ما درست میکنه. یک مدل سوهان پسته ایه، یک مدل کنجیتی، یک مدل سوهان ملایم هم هست و روغن کره ای هم هست. Thank you.